در بیانیه مشترک 15 عضو این شورا آمده است اعضای شورای امنیت با قوی ترین عبارات این حملات را محکوم کردند. شورای امنیت با تاکید بر کنوانسیون های وین که از دیپلمات ها حفاظت می کند از مقامات رژیم ایران خواست از املاک و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی حفاظت کند و به طور کامل به التزامات خود در این رابطه پایبند باشد. از سوی دیگر دولت نروژ اعلام کرد سفارت خود را در تهران به دلایل امنیتی و نگرانی هایی که بعد از حمله به سفارت انگلستان ایجاد شده است می‌بندد. آلمان سفیر رژیم ایران در برلین را روز سه‌شنبه احضار کرد. گیدو وستروله پس از صحبت با همتای یونانی خود به خبرنگاران گفت من امروز دستور احضار سفیر ایرانی به وزارت خارجه را دادم. ما با شدیدترین لحن حمله به سفارت انگلستان در ایران را که در آن مدرسه آلمانی نیز وجود دارد و بسیار هم آسیب دیده است محکوم می‌کنیم. این حمله نقض قوانین بین المللی می باشد و به هیچ وجه قابل قبول نیست. آخرین خبرها حاکی است که آلمان و همچنین ایتالیا اعلام کردند سفیر خود را از تهران فرا می‌خوانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت حمله به سفارت انگلستان در تهران قابل قبول نیست. تمامی ما از شکستن در دو دیوار سفارت انگلستان در تهران عمیقا ناراحتیم. این یک تعهد پایه‌ای بین المللی است که تمامی کشورها باید رعایت کنند. On that score, I think it's important for me to just note that all of us, I think, are deeply disturbed by the crashing of the English embassy, the embassy of the United Kingdom in Iran. That kind of behavior is not acceptable, and I strongly urge the Iranian government to hold those who are responsible to task. They have a responsibility to protect diplomatic outposts. That is a basic international obligation that all countries need to observe, and for rioters essentially to be able to overrun the embassy and set it on fire is an indication that the Iranian government is not taking its international obligations seriously. And so obviously we're deeply concerned about that situation and we expect to see. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفت ایالات متحده حمله به سفارت انگلستان در تهران را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. Put out a statement earlier today, as you know, that saying that the United States condemns in the strongest terms the storming of the British Embassy in Tehran. Iran, as every other country does, has a responsibility to protect the diplomatic missions present in its country and the personnel stationed in them. I would also note that Iran has a responsibility to protect diplomatic personnel, not just to protect them, but not to try to assassinate them, which was another issue. در بیانیه کاخ سفید آمده است ایالات متحده آمریکا با شدیدترین عبارت حمله به سفارت انگلستان در تهران را محکوم می‌کند و از رژیم ایران می‌خواهیم تعهدات بین‌المللی خود را به طور کامل محترم بشمارد و تضمین کند که موارد مشابه دیگری در ایران اتفاق نیفتد. وزارت خارجه ما در تماس نزدیک با دولت انگلستان می‌باشد و ما آماده هستیم تا از متحدان خود در این زمان سخت حمایت کنیم. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت کاملا محرز است که رفتار رژیم ایران خارج از معیارهای بین المللی است و این یک مورد دیگر در فهرست سرپیچی ها و تخلف های رژیم ایران در خلال ماه ها و سال هاست و ما آن را قویا محکوم می کنیم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت من قویاً یورش مطلقاً غیر قابل قبول به سفارت انگلستان در تهران را محکوم می کنم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را قاطعانه محکوم کرد. والری پسرس وزیر بودجه فرانسه گفت رئیس جمهور در نشست کابینه
حمله فضاحت‌بار و رسوایی برانگیز به سفارت بریتانیا در تهران را قاطعانه محکوم کرد. نیکولا سارکوزی گفت بر اتخاذ تصمیمات لازم برای تحریم رژیم ایران تأکید می‌کنیم. عقب نشینی و سراسیمگی رژیم در برابر موج محکومیت‌های جهانی. در پی واکنش تند دولت انگلستان و محکومیت جهانی حمله به سفارت این کشور در تهران، بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های رژیم گروگان‌های سفارت انگلستان را سرانجام آزاد کردند. علاوه بر این، حکومت آخوندی وحشت زده از موج محکومیت‌ها و اقدامات کشورهای مختلف و بیانیه دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد به ندامت و عقب نشینی روی آورد. وزارت خارجه حکومت آخوندی با صدور بیانیه‌ای آشکارا به غلط کردمگویی پرداخت و اشغال سفارت انگلستان را رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین نامید و با ابراز تأسف گفت از مسئولان امر خواسته شده است تا اقدامات و بررسی‌های فوری و ضروری را در این رابطه به عمل آورند. وزارت امور خارجه دیکتاتوری آخوندی به رعایت احترام به قوانین و مقررات بین المللی و رعایت مسئولیت اماکن دیپلماتیک گردن گذاشت و رسماً اعلام کرد بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حفاظت و صیانت از اماکن و ماموران دیپلماتیک تأکید می‌کند. یک رسانه حکومتی نیز از گفتگوی تلفنی صالحی وزیر خارجه رژیم با هیگ وزیر خارجه انگلستان خبر داد. لاریجانی رئیس مجلس ارتجاء با ابراز وحشت از پیامدهای جهانی اقدام نسبت به اشغال سفارت انگلستان با آشفته حالی بر لزوم اقدامات قانونی تأکید کرد.